رحیم به نام یاد پروردگار بخشوده و مهربان. سلام محسن عزیز و دوستداران دنیای تکنولوژی معلوماتی، انشاءالله که خوب صحتمند باشین. به ادامه درس های سبنتینگ آی پی و جن 4 امروز ما شما درس خود شروع میکنیم. البته موضوع درس امروز ما که هست در رابطه با FLSM است که ما شما در ریکارد گذشته یا درس روز گذشته ما شما در رابطه با FLSM بحث کردیم و در ضمن یک درس از FLSM به شکل پرکتیکال ما شما خواندیم که امروز ما شما میریم بخیر در قسمت سبنتینگ کلاس سی قرار داریم و مثال دوم یا سکند اگزمپل قسمت سبنتینگ کلاس سی را ما شما بحث میکنیم و ایره میخوانیم. خب ببینین در این قسمت بر شما یادآوری کردیم قبل از اینکه ما بریم بالای سبنتینگ بحث کنیم باید از اینی مسائل ها را بفهمیم که ما در این قسمت قبلا ایره بر شما ذکر کردم و درس گذاشته براتون تدریس کردیم ایره که ما چگونه میتونیم که قسمت خود امی عدد دسیمال ما شما به باینری تبدیل کنیم که ما قبلا ایره بحث کردیم. بنان بخاطر ازی که وقت ما شما زایی نشه از تکرار کردن دوباره ازی ما شما میگذاریم، چون مطمئن هستم که انشالله ایره پیش خود کار کردین و ایره مطمئن هستم که شما یاد دارین. خب از یا هم میگذاریم این هم دوباره تکرار است، یکمک بیشتر در این قسمت گفتیم. ببینیم در این قسمت میم بالای قسمت خود سبنتینگ مثال دوم کلاسی ما شما بحث میکنم. ببینیم فرض کنیم که ما شما یک نتورک در این قسمت داریم و این نتورک ما شما هستک 192.168.1.0/24، یعنی این در حقیقت این نتورک ما شما که هست یا آی پی نتورک ما شما که هست این در حقیقت سبنت نشده، درست است؟ اینکه سبنت نشده خب پیش میریم ببینیم که موضوع دیگه چی است. موضوع دومی که در این قسمت قرار داری است که خود دیفالت سبنت ماست که زیکه از در حقیقت 255.255.255.0 است که امو دیفالت سبنت ماست که است که بر ما شما در این قسمت چی میکنه نشان میده. و موضوعی دیگه که در این قسمت داریم این است که ما در این قسمت نو دیپارتمنت داریم، یعنی ما دمی کمپانی یا دمی بخشی که ما کار میکنیم ما نو دیپارتمنت داریم. فرض کنید که ما در این قسمت دیپارتمنت ها را به اساس ABC در این قسمت تنظیم کردیم، به می اساس دیپارتمنت A در این قسمت است، دیپارتمنت B، دیپارتمنت C، D دیپارتمنت، E دیپارتمنت، F دیپارتمنت، به می ترتیب ما شما نو دیپارتمنت داریم. خب این نو دیپارتمنت ما شماست. آله بر ما شما قسم تسک میته که اینی آی پی نتورک یا نتورک ما شما هست /24 و یا دیفالت سبنت ماسک است و بر ما شما که اینمی نتورک ها امی آی پی نتورک ها بر ما بگی ایره با نو دونه سبنتورک جداگانه تبدیل کن، یعنی با نو دونه سبنتورک ایره بر ما تبدیل کن. خب مطمئن هستم شما فهمیده باشین. بار دیگه تاکید میکنم ای آی پی نتورک ما شما هست، ای قسمت آی پی نتورک ما شما هست، دیفالت /24 است و ای هم سبنت ماسک است. بر ما شما میگه که اینمی آی پی نتورک بگی، اینمی آی پی نتورک بگی با نو دونه سبنتورک دیگه ایره تبدیل کن، با نو سبنتورک دیگه ایره تبدیل کن. پس بخاطر از اینکه ما شما امی آی پی نتورک با سید ببخشین با نو دونه سبنتورک دیگه تبدیل کنم، در این قسمت ما فرمول داریم که فرمول از این قرار است که ما دوره به توان n میگیریم، دوره به توان n میگیریم. این حال خوب متوجه بشه دوره به توان n به چی مفهوم؟ چون در این قسمت ای آی پی نتورک ما شماست، ایره بر ما شما گفت که ایره به نو دانه سب نتورک تبدیل کن، ایره گفت که به نو دانه چی تبدیل کنیم؟ به نو دانه سب نتورک، به اساس به نو دانه سب نتورک. پس به خاطر از اینکه نال ما ایره به نودون سب نتورک تبدیل کنم،
یک فرمول داریم. فرمول ما شما دو به توان n است. اینال این n چی مفهوم ارائه میکنه؟ n عبارت از عدد است که ما شما دو را به توان n به خاطر از میگیریم که ما این n عدد میگیریم که یا مساوی به نتورک خواسته شده شوه، که یعنی مثلا ما عدد را بگیریم که ای دو به توان از امو عدد رفع شوه مساوی به 9 شوه. خب اگر ما یک عدد نداشتیم، از تعداد نتورک های خواسته شده اگر یک یا دو مثلا بلندتر باشه کدام مشکل نداره. مثلا اگر بلندتر باشه مشکل نداره، خب من تا پایین نباشه. مثلا ببین دقیق قسمت خوبتر شما میفهمید. مثلا ما اگر دیجا دو را به توان یک بگیرم، دو به توان یک مساوی به 2 میشه. و دقیق قسمت اگر ما بریم مثلا دقیق قسمت یک کار کنیم که دیجا بریم مثلا ما دو را به توان 2 بگیریم، اگر ما دقیق قسمت مثلا دو را به توان 2 بگیریم، دیجا دو به توان دو را زمان که ما رفع کنیم 4 میشه. و دو به توان 3 اگر ما شما رفع کنیم، دو به توان 3 8 میشه و دو به توان 4 16 میشه. این حال پس نظر به این اعداد که ما در این قسمت داریم، اگر ما در این قسمت به جای n 3 را بگیرم، خب جواب از این مساوی به 8 میشه که 8 در حقیقت کوچکتر از نتورک خواسته شده است. پس ما چی گفتیم؟ که ما عدد را میگیریم که یا مساوی به نتورک خواسته شده باشه، از او که اگه بزرگ باشه مشکل نیست، خب کوچک نباشه. پس ما چی کار میکنیم؟ دو را به توان 4 میگیریم که 16 شد. ببینید عدد 16 که است در حقیقت از تعداد نتورک های خواسته شده بزرگتر است. درست است؟ بنان ما دو را به توان 4 میگیریم. ببینید دقیق قسمت، خب دو به توان 5 32 میشه. پس ما دقیق قسمت میریم ببینیم که ما دو به توان 4 که مساوی با 16 میشه این انتخاب میکنیم. پس در قسمت فرمولا ما چی گفتیم؟ که ما دقیق قسمت دو را به توان n میگیریم، چون ما در حقیقت به نو دانه نتورک یا سب نتورک ذره داریم، دو را به توان 4 میگیریم که مساوی با 16 شود. اینا دو به توان 4 مساوی با 16 نتورک میشه. خب کار بعدی ما چی است؟ کار را که ما در این قسمت انجام میدیم، این کلاس سی است که این نتورک از کلاس سی است. خب طبعا که اینی سه پورشن است: پورشن اول، پورشن دوم و پورشن سوم. اینی سه پورشن 192 168 1 این مربوط به نتورک میشه. ما در حقیقت داخل از تغییرات نمیریم. ما اینی پورشن آخره که مربوط به هاست میشه، این در حقیقت ما به با باینری تبدیل میکنیم. ببینید این ما به ترتیب به با باینری تبدیل میکنیم، چون 8 بت است، 1 بایت 8 بت میشه به شکل 1 2 3 4 5 6 7 8. این به ترتیب تبدیل میکنیم. کار بعدی ما در این قسمتی است که ما در اینجا دور به توان 4 گرفتیم. به اساس دور زمان که ما شما به توان 4 گرفتیم، پس در قسمت خود اینمی قسمت پورشن هاست که ما شما به باینری تبدیل کردیم، از طرف چپ یعنی از این طرف به طرف راست ما شما چی کار میکنیم؟ با تعداد از اونو عدد که ما جاگزین n ساختیم یا دور به توان امو عدد گرفتیم، ما باینری را در این قسمت جدا میسازیم. مثلا ببینید 4 است، پس به شکل ببینید یک عدد باینری، ای دو تا، ای هم سه تا، ای هم 4 تا. مثلا براتون بگم ممکن است 5 تا می بود، باز ما از این قسمت مثلا 5 عدد هم میگرفتیم. اینا در این قسمت ای به ترتیب اوت یک سیستم داره. خوب متوجه بشین که اینی عدد ما که آخرین عدد که 4 میشه، این 16 است. 16 انکریمنتال ولیو ما شماست. به چی مفهوم؟ خب این ما در ریکورد گذاشتم براتون تا شکم که در حقیقت به این شکل است: این قیمتش 1 است، این 2 است، این 4 است، این 8 است، این در حقیقت 16 است، این 32 است، این 64 است، این 128 است. یک بار دیگه براتون این قسمت تکرار میکنم. گفتیم که در این قسمت ما کار اول را که انجام میدیم امی قسمت هاست ها یا هاست پورشن ما شما به با باینری تبدیل میکنیم. زمانی که ما را به با باینری تبدیل کردیم، زمانی که ما را به با باینری تبدیل کردیم، باز نظر به مو عدد که ما دو را به توان امو عدد گرفتیم یعنی جاگزین n ساختیم، ما از باینری طرف نتورک اضافه میکنیم. ببینید این دو به توان 4 است، خب پس ما از طرف چپ به طرف راست امی 4 بتا جدا میسازیم. ببینید 1 تا، 2 تا، 3 تا، 4 تا و آخرینش که هر کدامش که در آخر برابر شد، او در حقیقت قیمت افزایشی است که در هر نتورکی افزایش پیدا میکنه، که دیگه 16 است. در حقیقت امی 16 است انکریمنتال ولیو ما شماست. به ترتیب که ایره ما پیش میبریم.
خب دی انشالله که این قسمت فهمیده باشین پیش میریم ببینید این قسمت مثلا کار ساده ای که ما دیگه انجام میتیم از این قرار است اینال ما میم نتورک های خود پیدا میکنیم چون تا حد زیاد ما قسمت سبنت انجام دادیم مرحله سیش که از فیلن است 192 168 10 ای یک نتورک ما شماست نتورک دو ما ببینین 192 168 116 خب چطور ما دیگه 116 را گرفتیم چون شما میفهمین که این 16 در حقیقت انکریمنتال ولیوی ما شماست و در پورشن اول نه پورشن دوم هم نه پورشن سه هم نه و در قسمت پورشن چهارم که است قسمت پورشن چهارم این تغییرات آمده بنان ما در قسمت پورشن چهارم دیج تغییرات میره ببینید کلک میکنیم به این اساس این 16 است و هر مرتبه 16 جمع شده میره واسه اینا ببینید بالای از این 16 ما 16 دیگر اضافه میکنیم که نتورک 30 می پیدا شوه 32 شد اینال بالای 32 باز شما چی کار میکنین؟ در یک قسمت میبین 16 را جمع میکنین باز کلک کنین ببینین که در یک قسمت 48 نوشته میشه به می ترتیب 16 را جمع میکنین 64 میشه بعدا 16 دیگر را اضافه کنیم 80 میشه 96 میشه در یک قسمت 112 میشه 128 میشه و 144 میشه 160 میشه به می ترتیب 176 ما در 12 نتورک قرار داریم 16 باید است 16 دانه دور که باید ایجاد کنیم 196 میشه دیگه قسمت هم 208 و نتورک 15 هم 224 و نتورک 16 هم 240 میشه ببینیم که ما دیگه قسمت رفتیم دوره به توان 4 گرفتیم 16 نتورک شد و از 4 خانه باینری یا 4 در قسمت هاست پورشن که است 4 بت ما شما گرفتیم این طرف اضافه کردیم بران به خاطر ما شما دیگه 16 نتورک میشین حالا ایره کلک میکنیم ببینین 16 نتورک شد که در کال در حقیقت این میاره تمام میشه برام چی یاد میکنه به نام ان آی دی یاد میکنه یا نتورک ایدنتیفایر که ای قابل استفاده در قسمت کامپیوترها نیست اینال میره ما شما قسمت بی آی دی زیر پیدا میکنیم پس بی آی دی زیر چگونه پیدا میکنیم از نتورک اول ببخشید از نتورک دوم یک منفی میکنی بی آی دی نتورک اول میشه یعنی بچه مفهوم ببینید اینجا صفر است از 16 که منفی میکنی 15 میشه پس ای به این مفهوم است که نتورک اول ما بی آی دیش 192 168 115 هستن و از قسمت نتورک دومی ما که است از 32 که منفی میکنی که 31 شود در حقیقت به شکل 192 168 131 به شکل و از قسمت 48 شما یک منفی میکنین که یک تا کم شوه او بی آی دی نتورک 30 میشه به می ترتیب ببینین در یک قسمت میریم 47 میشه یک تا دیگر از 64 کم میکنیم که به نتورک 4 ما بی آی دیش پیدا شوه 63 است اینال به نتورک 5 اگه بخوایم بی آی دی رو پیدا کنم از نتورک 6 یک منفی میکنم ببینین 79 میشه به می ترتیب شما کلان این بی آی دی خود امین نتورک ها شما چی میکنین محاسبه میکنین ببینین به شکل بسیار طریقه ساده است یک بار دیگه هم تکرار میکنم برتان خب این قسمت خب گفتیم که یا انایدی ما شما هستک 192 168 1 0 است به این ترتیب در قسمت ایجا انکریمنتال ولیو ما قسمی که ما شما در سلاید قبلی گپ زدیم 16 است به این ترتیب 16 شما انکریمنت کرده میرین یعنی جمع کرده میرین 16 است باز جمع 16 32 جمع 32 16 دیگر اضافه میکنیم میشه 48 بالای 48 16 دیگر اضافه میکنیم 64 به این ترتیب تا 16 نتورک پیدا شد و در این قسمت به خاطر از اینکه شما بخواین بی آی دی رو پیدا کنین به خاطر بی آی دی پیدا کردن از نتورک دومی یک منفی میکنی که بی آی دی نتورک اول پیدا شود اینال از قسمت نتورک سوم که از این قسمت شما یک منفی میکنین که در حقیقت بی آی دی نتورک دوم پیدا شد به این اساس تا اینکه امی 16 نتورک ها ما شما در قسمت پیدا میکنیم خب اگر بالای 240 ببینید در قسمت ما 16 دیگر بندازم 256 میشه و در قسمت باز ما شما یک منفی میکنم 255 باز به این ترتیب ما شما تانستیم که NID و BID از زمین خود 16 سب نتورک را که ما از یک نتورک تقسیم کردیم بتانیم که بسیار شکل ساده ما رو پیدا کنیم و در این قسمت موضوعی دیگه که ما شما داریم حالا بحثی است که در خود امی نتورک ها که است مثلا نتورک اول، نتورک دو، نتورک سه، نتورک چهار ما به چی تعداد میتونیم که کمپیوتر ها را ما شما آی پی آدرس اساین کنیم یک موضوع پیش براتون بگویم ببینیم به شکل است
مثلا من میم این قسمت نتورک اولی را براتون بگویم، نتورک اولی را براتون بگویم 192.168.1.0 و این قسمت هم بیایدیش که است 192.168.1.15. خب این قسمت این دو نخ استفاده نمیشه که در حقیقت امی NID است. اینجا نوشته کنم براتون این در حقیقت NID است و اینجا هم گفتم که استفاده نمیشه در حقیقت BID است. پس ما از 192.168.1.0 شروع الا 192.168.1.15 به چی تعداد میتونیم که کامپیوتر را وصل کنیم یا دیوایس ها را IP آدرس اضافه کنیم برشان؟ پس هاست ما دیگه چقدر به شکل میتونیم؟ البته پیش دیگه ما شکل فرمول کار کنم. خب 192 دی قسمت 168 داد یک داد یک یک نت یک IP آدرس ما 192 168 داد یک داد دو این قسمت خود عموم IP آدرس دو ما 192 168 داد یک داد سه ای هم IP آدرس سه ما و شما و به این ترتیب ما اضافه میکنیم که وقت ما زیر شد ای IP آدرس چهارم به می تر... خب ای پنج اضافه میکنیم ای همچنان شش هشتم و ای دی قسمت ما شما نوم تا بالاخره که ما شما تا IP آدرس پانزه میرسیم. پس از یک تا چهارده و نه چهارده دانه میتونیم که ما شما در هر نتورک هست هاستارا IP آدرس برش اساین کنیم. کمیره میریم به اساس فرمول بحث میکنیم ببینیم که به اساس فرمول چگونه پیدا میشه تا یک مشمای بخش بفهمیم. How many hosts we have per network all پیداش میکنیم. خب دیگه قسمت 192.168.1 و اینی چهار دانه یک مشمای دیگه قسمت داریم. خب این در حق دیگال مربوط به خود نتورک میشه چون بخاطر که ما ایره سبنت کردیم و فعلا دیگه مشما هاست که داریم اینی چهار بت دیگه که دیگه قسمت مونده ای در حقیقت مربوط به خود چی میشه؟ مربوط به خود امی هاست پورشن میشه. به این ترتیب ببینین که دیگه گفتیم که اینی چهار بیتس که است در حقیقت مربوط به هاست پورشن میشه. حال فرمول ما چه قسم است؟ که ما دوره به توان H میگیریم و از خود از امی عدده که مثلا ما شما دیگه قسمت ایره رفع ساختیم دوره به توانش رفع ساختیم هر قدر که برامد باز ما منفی دو میکنیم و منفی دو بخاطر ازی است که یک IP آدرس NID استفاده میشه و یک IP آدرس دیگه هم BID میباشه. پس اینا به شکل کار میکنیم. دو به توان 4. اینی 4 از کجا شد؟ این 4 خوب ببینید که براتون شما گفتم. دی این قسمت 4 دانه چی مونده؟ دی قسمت هاست مونده. پس ما دور به توان 4 میگیریم. و اینی دور از کجا اومده؟ این قسمت کردم براتون. اینی دو در حقیقت از خود فرمول است. اینا ببینین دو به توان 4 16 میشه. اگر از 16 ما دور منفی کنم 14 میمونه که قسمی که ما براتون دیج نوشته کردم و ایره براتون گفتم که به چی ترتیب دیج بر شما 14 دانه آی پی آدرس یا والد آی پی آدرس در هر نتورک شما موجود است و یک ما منفی دو میکنیم یکی به خاطر ان آی دی است یکی به خاطر بی آی دی. یعنی اینی دو دانه در قسمت خود کامپیوترها یا هاست های ما یوزیبل نیست یا قابل استفاده نیست به او اساس ما ایره منفی دو میگیریم. خب ببینین هاست پر نتورک ما شما بود که را گپ زدیم. حالا موضوع اساسی که از این قسمت سبنت ماسک است. قسمی که ما دیجا رفتیم و تیکار کردیم که خود امی آی پی نتورک ما اول ای قسم بود که 192.168.1.0/24 و قسمت دیفالت سبنت ماسک ما 255.255.255.0 بود. حالا زمانی که ما ایره سبنت کردیم پس آل خود امی سبنت ماسک از این کس به چی اساس است؟ خوب متوجه بشین که بحث بسیار اساسی و مهم در این قسمت امی است. کستوم سبنت ماسک یا امی زمانی که ما آی پی نتورک سبنت کردیم بعد از سبنت کردن از این سبنت ماسک از این چند است؟ آل در این قسمت میره میبینیم. ببینین به این شکل 192.168.1 خب این نتورک ما شماست و اینی 4 بیتس ما سبنت کردیم. پس این را به شکل کار میکنم. خب ببینید قیمت اول 128 است، قیمت بت دوم 64 است، قیمت از این 32 است و قیمت از این 16 است. چون ما امی 4 دانه را در قسمت نتورک از هاست پورشن قسمت نتورک اضافه کردیم. بران ار 4 از این قیمت ها هم را که دیگه جمع میکنیم به شکل 128 جمع 64 192 224
240 به ترتیب اینا رو ما شما کلن چی میکنیم؟ این رو جمع میکنیم 224 ببخشید 240 میشه 240 و در یک قسمت میره ما شما کستوم سبنت ماسک ما به اساس ما نشته میکنیم که 255 داد 255 داد 255 داد 240 این رو به شکل ما شما نشته میکنیم یعنی به این مفهوم است که ما اینی آی پی آدرس ها رو که میرم نشته میکنم باز در یک قسمت میرم اما سبنت ماسک از یاره به شکل نشته میکنم خود سبنت ماسک از یاره 255 255 255 داد 240 نشته میکنم 240 که تا یک فهمیده شوی سبنت شده به این ترتیب این حاله ای در حقیقت سلش 28 است چطور سلش 28 شد؟ چون اینی سه خانک است نه اینی سه پرشن 8 بت نتورک است ای هم 8 بت نتورک است ای هم 8 بت نتورک است خب سهش 24 میشه 24 اینی هم 25 26 27 28 این حال پس زمان که ما شما اینی نتورک نوشته کردیم در قسمت به اساس خب ای را پا کنم شما میفهمید که ای دیگه سبنت ماسک است لازم نیست که نوشته کنم به خاطر این نوشته کنم که شما اشتباه نکنین و ایرام به این شکل میکنیم ای را اتو نوشته میکنیم این حاله سلاش 28 نوشته میکنیم این حاله یک نفر اگه ببینه میفهمه که کلاس سی است کلاسی با دیفالت که سبنت ماسکش 24 است ای که 28 است میفهمه که 4 بت از قسمت هاست بالای نتورک ما اضافه کردیم به این مفهوم است که سبنت شده ای هست به این ترتیب ببینین ایجا بر ما شما نشان میده که 24 خوب بود قبلا و اینی 4 دونه دیگر ما جمع کردیم مساوی به 28 بت نتورک میشه به شکل ما کستوم سبنت ماسک چه نشته میکنیم که 255 داد 255 داد 255 داد 240 به این ترتیبی را ما نشته میکنیم یکم که دیتیلز براتون در این رابطه بگویم که خوبتر بفهمین مثلا ما در قسمت این نتورک در براتون یکم کار میکنیم ببینید گرچه در قسمت برنامه نوتپد پیشتر براتون کار کردم بازم در این قسمت براتون نشان بدم که بفهمین ببینید 192 168 1 144 و 192 168 1 159 در این قسمت برای شما ببینید به شکل میخوایم که یکم دیتیلز در رابطه برازی براتون گپ بزنم و اینو بفهمین خب در این قسمت میریم نتورک دوام است این آیدی از این 192 161 1 144 میشه و قسمت بیایدیش 192 168 1 159 میشه که اشتباه نکنین فرست هاست آی پی آدرس یا فرست والد آی پی آدرس از این 192 168 1 145 میشه یعنی اولین آی پی آدرس از این سب نتورک ما که یوزیبل است یا قابل استفاده هست 145 است و last host IP address یا last valid IP address در این قسمت که هستک 192 168 1158 است که آخرین IP که ما در این سب نتورک میتونیم استفادهش کنیم و IP address سام که است خب میفهمید که این یک رنجش است که ما فقط در جمعه یک تاش یادآوری کردیم و سایدر یا classless inter-domain routing یا سب نت ماسکش سبنت ماسکی بازی که مشمول میره سبنت میکنیم به شکل است 255 255 داد 255 داد 240 است که در حقیقت ما ایره چند میگیریم سلش 28 میگیریم ایره ما به این ترتیب سلش 28 میگیریم این حال فهمیده میشه که در حقیقت سبنتنگ شده و یا نتورک دیگیره که دیگه قسمت اضافه کردیم یا فکر میکنم که خب یک موضوع دیگه که دیگه قسمت است ای که ما شما در اینجا میگیم که خب ما سلاید بعدی رو براتون بیارم به چی تعداد آی پی آدرس ها یا ما ولد آی پی آدرس داریم اینجا براتون تشریح کم زیاد کردیم 144 الی 159 خب متوجه بشین 144 خب میفهمین آی دی است باز 145 میشه به می ترتیب تا قسمت خود امی 16 دانه نتورک میشه که یکی اینی نتورک ببخشین یکی 16 آی پی آدرس میشه که یک کمی آی پی آدرس اولی ما شما کس در این نتورک 192 168 1 144 کس این در قطع این آی دی است و یک کم آی پی آدرس آخر ما شما که 159 است این را برام چی یاد میکنم برام بی آی دی که ما در یک قسمت هم برتان این آی دی و بی آی دی را ذکر کردیم و مکمل متباقی دیگه آی پی آدرس هایی کس یا در حقیقت امو والد آی پی آدرس هایی هستن که ما میتونیم ایره در قسمت دیوایس های خود در قسمت کمپیوتر های خود ای آی پی آدرس ما شما اساین کنیم و ایره گفتم برتان که کستوم سبنت ماسکش 255 داد 255 داد 255 240 میشه و ایره ما سلش چند میگیریم سلش 28 میگیریم در این قسمت
حالا ببینید یک موضوع دیگر یادآوری کنم. خب من دیگه فقط یک نتورک در براتون یکم دیتیلز گفتم. به می اساس شما میتونید که هر کدام زیر خواسته باشین میتونید که کار کنید. پیش از اینکه درس امروز ما خاتمه بدیم، ببینید که من فقط یک دو تا زیر شکل انتخابی بر شما امتحان کنم، براتون نشون بدم که سبنت ما درست است. پس من در قسمت رن میرم، نوشته میکنم که کنترل پنل و در قسمت زمان که ما کنترل پنل رفتیم قسمت نتورک اند شیرینگ سنتر میریم و بعدا میم قسمت چینج ادپتر سیتینگ بالای زی کلک میکنیم و در قسمت ما بالای ایدرنت خود میم بالای ایدرنت راست کلک میکنم و میم قسمت پروپرتیز و در قسمت پروپرتیز زمان که ما شما آمدیم کار را که انجام میتم آی پی ورژن 4 قسمت پروپرتیز میریم و یوز دو فالوینگ آی پی ادرس چک کرده خودم میگذارم و میم به این ترتیب پیش میریم. ببینید من امیر دقیقاً چک میکنم 192.168.1.144 اینو به این ترتیب کار میکنیم 192.168.1.144 میگیریم و اینجا میم قسمت سبنت ماسک زیره نوشته میکنم که 240. خب ببخشید 240 است به این ترتیب و این رو اوکی میکنم. ببینید کمپیوتر قبول نمیکنه چون این خیلی نایدی است، کمپیوتر قبول نمیکنه. پس ببین که بیایدی زیر چک کنم 192.168.1.159 نوشته میکنم. پس یک قسمت رفته ایره میگیریم که 159 و من بی قسمت ایره کلک میکنم. ببینیم که ایره قبول نمیکنه چونی در حقیقت بیایدی است که قابل استفاده در قسمت کمپیوتر نیست. به می ترتیب بخاطر از اینکه وقت شما ضایع نشه من دیگه دانه بدانی ایره چک نمیکنم یا مثل ریکارد قبلی وارد پکتری سر بر تو نمیرم آی پی رسای نمیکنم. انشاءالله مطمئن هستم که پیش خود کار کردین و اینا را درس قبلی شما فهمیدین و این درس را هم که امروز ما شما خواندیم شما در قسمت کتابچه پیش خودی را کار کردین، چندین مرتبه کار کنین تا ای که ما شما چند مثال بخوانیم باز ما برتون در ریکاردهای بعدی بخیر. انشاءالله کار خانگی برتون میتونم تا ای که شما اونا را کار کنین و بتونین که یاد بگیرین. موضوعی را که همیشه درس‌ها یادآوری میکنم در صورت از اینکه شما ریکارد گوش میکنین اگر کدام مشکل داشتین و کدام بخش برتون گنگ میمونه شما درست مفهوم گرفته نمیتونین، لطف کنین در قسمت امو ریکارد شما نظریتون اضافه کنین و من تا آخرین حد ممکن کوشش میکنم که به مو سوال شما پاسخ به سرین فرصت ارائه کنم. تشکر بسیار زیاد از توجهتون. موفق و کامگار باشین.